امروز تصمیم گرفتم دادستان کل و رئیس سرویس امنیتی اوکراین را برکنار کنم. ولودومیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه پس از برکناری رئیس آژانس امنیت داخلی این کشور یک مقام امنیتی با تجربه را که نقشه کلیدی در مبارزه با فساد داشته سرپرست این آژانس کرد ایوان باکانوف دوست دوران کودکی زلنسکی است که حالا متهم به ناکامی در ریشهکن کردن خیانت در این سازمان شده یک روز پیش از آن دادستان کل هم به دلیل وجود دهها مورد همکاری مقامهای دفتر او با روسیه از سمت خود تعلیق شد برخی گزارش ها حاکی از آن است که تعداد زیادی از اعضای جامعه اطلاعاتی اوکراین از کشور گریختند تا برای شبه نظامیان تحت حمایت روسیه و خود روسیه در جنوب این کشور کار کنند. در ادامه این تغییرات پارلمان اوکراین روز دوشنبه با استفای مارینا لازبنا وزیر سیاست اجتماعی موافقت کرد. در حالی که رئیس جمهوری اوکراین دست به پاکسازی نهادهای دولتی زده این کشور زیر سنگین ترین حمله های روسیه قرار دارد که تقریبا پنج ماه است از آغاز آن میگذرد حمله هایی که به گفته مقام های اوکراینی هدف آنها ترساندن غیر نظامیان و ایجاد وحشت در میان آنهاست دفتر ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرد که به دنبال گلوله باران برخی از شهرهای این کشور توسط نیروهای روسیه در روز یک شنبه دست کم چهار غیرنظامی کشته و 13 تن هم زخمی شدند. شهرها و روستاهای دست کم هفت منطقه در اوکراین از این حمله ها آسیب دیدند. بیشترین تعداد تلفات غیر نظامیان در منطقه دونتس گزارش شده، جایی که مرکز شدیدترین درگیری هاست. فرماندار این منطقه از غیر نظامیان خواسته که شهر را تخلیه کنند. مقام های اوکراینی میگویند که هدف روسیه در تنش نگه داشتن دائمی غیر در این مناطق است. این در حالی است که غرب با اعمال تحریم ها علیه روسیه همچنان در حال فشار بر این کشور است اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه گفت که این تحریم ها مانع توسعه روسیه نخواهد شد واضح است که نمی توانیم جدا از بقیه جهان توسعه پیدا کنیم و چنین نخواهد بود در دنیای امروز نمی توان فقط با یک قطنما دور همه چیز چرخید و یک حصار بزرگ اطراف خود کشید چنین چیزی امکان پذیر نیست از زمان اعزام نیروهای روسیه به اوکراین این کشور با رگبار های غرب مواجه شده اقدامی در راستای قطع دسترسی این کشور به کالاهایی از جمله قطعات الکترونیک نیمه هادی ها و قطعات هواپیما اما حمله نظامی روسیه به اوکراین بیش از اینها برای سایر کشورها پیامد داشته ممانعت روسیه از صادرات غلات توسط اوکراین حالا نگرانی ها را درباره امنیت غذایی برانگیخته ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که دور جدید مذاکره ها درباره از برداری صادرات غلات از بنادر دریای سیاه اوکراین ممکن است اواخر هفته جاری در ترکیه برگزار شود رهبران دو کشور قرار است امروز سهشنبه در تهران هم دیدار داشته باشند بنا ها حدود 22 میلیون تن غله در اوکراین به دلیل جنگ محصور شده نازآفرین میرزا خلیلی رادیو فردا.